بامیان شهر تاریخی در افغانستان. مرکز این ولایت شهر بامیان است. این شهر 35 کیلومتر مربع پهناوری و با ارتفاع 2550 متر از سطح دریا، جمعیت در حدود 88274 نفر دارد. بامیان در 240 کیلومتری غرب پایتخت افغانستان کابل قرار دارد. بامیان یکی از میراث‌های تمدن دنیا است و قبل از تاریخ به عنوان یکی از مکان‌های مهم در آسیای میانه به شمار می‌رفته است. بامیان در دوران هخامنشیان یکی از ولایات به نام پاراپامیزاد به حساب می‌آمد و در دوره حکومت کوشانیان به عنوان یکی از اساس‌ترین مراکز گردشگری و عبادی بودایان و قرار گرفتن در شاهراه ابریشم بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. این شهر به عنوان پایتخت فرهنگی کشورهای از وسار در سال 2015 میلادی برگزیده شد. بودهای بامیان و محوطه آن که در این شهر قرار دارد در سال 2003 از طرف یونسکو به عنوان میراث جهانی به ثبت رسیده است. این شهر مرکز فرهنگی مردم هزارنشین افغانستان است. بیشتر مردم در مرکز شهر بامیان زندگی می کنند. این دره بین رشته کوههای موازی هندوکش و کوه بابا افتاده است. کوه‌ها 90% ولایت بامیان را در بر می گیرد. از نظر اقلیمی بامیان داروی زمستان سرد و طولانی که به مدت 6 ماه ادامه دارد و دما را 3 تا 20 درجه سانتیگراد را به زیر صفر می رساند و در بهار و تابستان آب و هوای مطلوب دارد. مردم بامیان مسلمان شیعه 12 امامی، شیعه اسماعیلی و اهل سنت هستند. بامیان رسومات به خصوص هزارگی خود را دارد. بعضی روزهای مذهبی مثل میلاد النبی و غدیر غم در بامیان تجلیل می شود. جشن گل کچالو در فصل بهار نیز با استقبال گسترده مردم تجلیل می شود، چون بامیان 65% کچالوی افغانستان را تولید می کند. بامیان دارای یک دانشگاه دولتی است که اکنون این دانشگاه دارای 7 دانشکده است و در 35 رشته تا مقطع لیسانس تدریس می شود. طبق گزارش در سال 1389 بامیان بیشترین دانش آموز دختر را نسبت به دیگر ولایت افغانستان داشته است. بامیان با تاریخ غنی خود سرشار از آثار باستانی متعدد است. به شهر صحاب، دره هشره ها، شهر غلغله، دره فولادی، چهل دختران، غار یخی، بودهای بزرگ بودا، مغاره ها، کوه بابا، شهر شاهی، بالا حصار و چهل برج از بارزترین آنها هستند. در بامیان هیچ موزیم برای نمایش آثار باستانی وجود ندارد و بیشتر آثار کشف شده به کابل منتقل می شود. یکی از بهترین جاذبه های بامیان پارک ملی بند امیر است که به صورت صده های طبیعی آب زلال را در خود جای داده است. در سالهای اخیر تلاش های در این مورد صورت گرفته و در سال 1395 کار ساخت مرکز فرهنگی بامیان با حمایت مالی کره جنوبی و با هماهنگی یونسکو آغاز شد و قرار است در این مرکز فرهنگی یک بخش موزیم نیز ساخته شود. این مرکز فرهنگی قرار است روبروی پیکره های بودا در بالای یک تپه موقعیت خواهد داشت ساخته شود. غذاهای سنتی بامیان، کشکو، حلوای سرخ، پروتی، شوربا، لیتی و بولانی می باشد. صنایع دستی. عمده ترین صنایع دستی بامیان قالین، گلیم، نمد، برک و خامکدوزی بوده و قالین و گلیم هزارگی هستند که توسط مردم این محل یا زنان این مناطق بافته می شود. حضور توریست ها در این مناطق وضعیت بازار این محصولات را کم بهبود بخشیده است. از دیگر صنایع دستی بانوان می توان به لباس های یخندوزی که توسط زنان دوخته می شود و گلدان های چاقاشقی سبد با موردوزی یاد کرد. در کل ولایت به علت نبود برق مردان این ولایت موفق به ایجاد کارخانه های صنعتی کوچک و بزرگ نشدند.
و هیچ چیز بجز تولیدات دستی بانوان مشاهده نمی شود. در بامیان حدود 80% مردم این ولایت بامیان به کشاورزی مشغول هستند و مهمترین محصول بامیان سیب زمینی یا کچالو است که در کل ولایت پیش بینی می شود. سالانه حدود 300,000 تن و نیم نیاز مصرف افغانستان تولید می شود. طی یک گزارش پیش بینی می شود که ارزش سالانه تولید کچالو سالانه به حدود 120 میلیون دلار می رسد. طی یک گزارش در سال 2009 حدود 90% محصولات کشاورزان بامیان به خاطر عدم بازاریابی درست و نبود سردخانه از میان می رفت. ولی اکنون با ایجاد حدود 600 انبار و سردخانه این آمار به 2-3% کاهش یافته است و این محصولات افزون بر بازارهای داخلی و بیرون کشور نیز صادر می شود. در کل ولایات پس از سقوط طالبان کوکنار کشت نمی شود و تخمین زده می شود که در کل ولایت حدود 600,000 تن تخمین زده می شود و حدود 1 میلیون مواشی شامل گوسفند، بز، گاو در این ولایت وجود دارد. از دیگر محصولات کشاورزی می توان به زردالو، سیب، آلبلو اشاره کرد که زردالوی آن به صورت خشک شده به خارج از کشور صادر می شود. که یک کارخانه تولید چپس به نام الگوچک در این ولایت توسط بانوان فعالیت می کند و بیشتر در خود ولایت محصولاتشان به فروش می رسد.